سرخط خبرها، خبر حساس فرمانده نیروی دریایی ارتش در مورد زیردریایی های مجهز ایرانی، جزئیات جدید مقام اطلاعاتی اسرائیل درباره ترور سردار سلیمانی و ادعای زلنسکی در مورد قصد روسیه برای تصرف یک شهر مهم. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. فرمانده نیروی دریایی ارتش در خبری حساس اعلام کرد که در حال برنامه‌ریزی هستیم که شناورها و زیردریایی‌های کشور به موشک‌های عمود پرواز مجهز شوند تا این توانمندی نیز به توان موشکی موجود اضافه شود و به طور متوازن در حوزه کمی و کیفی پیشرفت کنیم. به گزارش شام دوشنبه از تابناک، ارتش جمهوری اسلامی ایران از 8 دی مجموعه رزمایش‌های تحت عنوان ذوالفقار 1401 را در تنگه هرمز برگزار کرد که در این رزمایش‌ها شاخه‌های مختلف ارتش از جمله نیروی زمینی، هوایی و دریایی مشارکت داشتند. رزمایشی که انگار بیشتر برای تایمز اسرائیل سنگین تمام شد، چرا که در گزارشی با استناد به تصاویر و اطلاعاتی که کاربران در فضای مجازی منتشر کردند نوشت که در رزمایش اخیر ارتش ایران حمله به بندر ایلات جنوب فلسطین اشغالی را شبیه سازی کرده است. با این حال امیر ایرانی در گفتگو با تابناک تاکید کرد که هیچ دولتی نمیتواند در برابر ما قلدری کند، چه برسد به رژیم غاصب که اساس وجودی آنها را به رسمیت نمیشناسیم و آنها را در بازی خودمان نمیبینیم، زیرا ما با اصل شیطان سرشاخ شده ایم، اما اگر پیام را دریافت کردند کاملا درست گرفتند. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش تصدیق کرد که با عهده‌دار امنیت دریایی در شمال اقیانوس هند، دریای سرخ و تنگه مالاگا در شرق اقیانوس هند شدیم، اتفاقی که معلول تروریسم دریایی بود تا بدین ترتیب منطقه را ناامن جلوه داده و حضور خود را توجیه کند. از همین رو از ابتدا تا کنون در آنجا که آب‌های بین‌المللی دریاهای آزاد است، شناورهای خود را مستقیما تحت پوشش داریم. امنیت سایرین را هم برقرار کردیم و به لطف خداوند و توانمندی‌های موجود در سایه فرماندهی معظم کل قوا توانستیم علاوه بر امنیت کشتیرانی خودمان، امنیت را به دنیا و منطقه هدیه کرده و آرامش را در هر کجا که حضور داریم برقرار کنیم. این امنیت آفرینی ادعای من نیست و به صورت کتبی مورد تشویق سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت. اولین پیام رزمایش اخیر نمایش توانمندی ها و اقتدار ایران و تاکید بر این مسئله بود که در خصوص امنیت با هیچ کسی شوخی نداریم و اجازه نمی دهیم کسی پایش را از حریمش فراتر بگذارد. علاوه بر این خواستیم فضایی را در اختیار جوانان توانمندمان قرار دهیم تا از تجربیات افراد خبره در این حوزه استفاده کرده و آموزش و مهارت خود را تکمیل کنند، زیرا معتقدیم دشمن حذف شدنی نیست و اگر سر یک دشمن را بزنیم دشمنان دیگر اعلام وجود می کنند، چرا که آنها با ایران مقتدر مشکل دارند. در خصوص پیام به رژیم منحوس صهیونیستی نیز باید بگویم از نظر ما رژیم منحوس در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهیم پیامی به آنها بدهیم. پیام اصلی را فرمانده کل قوا به دنیا ابلاغ کردند که نظام اسلامی ما از مظلومان دفاع می کند و در کنار آن مفهوم این فرمایش است که هیچ دولتی نمیتواند در برابر ما قلدری کند، چه برسد به رژیم صهیونیستی که اساس وجودی آن را به رسمیت نشناخته و آن را در بازی خودمان نمیبینیم، چرا که ما با اصل شیطان سرشاخ شده ایم، اما اگر پیام را دریافت کردند کاملا درست گرفتند. وی همچنین در پایان در خبری بعد به دشمنان اعلام کرد که به همین زودی ها زیردریایی های مجهز ایرانی به موشک ها و اژدرهای مجهز خواهد شد که قادرند تجهیزات دریایی دشمن را نابود کنند. رئیس سابق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه ای ضمن منحصر به فرد توصیف کردن سردار سلیمانی گفت که تل‌آویو آمریکا را متقاعد کرد که سردار سلیمانی تهدیدی فوری برای نظامیان آمریکایی بوده است. به گزارش بامداد سه‌شنبه از فارس، تامیر هایمان رئیس سابق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی فاش کرد که تل‌آویو آمریکا را متقاعد کرده که سردار قاسم سلیمانی فرمانده فقید سپاه قدس تهدیدی فوری برای نظامیان آمریکایی به شمار می‌آید.
آمده است. 3 سال پیش آمریکا در اقدامی تروریستی سردار قاسم سلیمانی را در حالی که به دعوت رسمی نخست وزیر وقت به عراق سفر کرده بود، پس از خروج از فرودگاه تگی عملیاتی ترور کرد. ایران با تروریستی دانستن این عملیات آمریکایی‌ها تاکید دارد که انتقام این جنایت آمریکایی‌ها را خواهد گرفت. تامر هایمان پیشتر نیز گفته بود که اسرائیل اطلاعاتی را برای آمریکا درباره سردار سلیمانی ارائه کرده بود، اما بیان کلمه تهدید فوری مطابق همان کلمه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به کار برده است. ترامپ پس از ترور سردار سلیمانی در جمع خبرنگاران مدعی شده بود سلیمانی در حال طراحی حملات قریب الوقوع و شوم علیه دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی بوده است. ما در عمل او را گرفتار کرده و به او خاتمه دادیم. تامر هایمان که این سخنان را در مصاحبه با جوش نیوز مطرح کرد گفت پس از آنکه گروه‌های نظامی سلیمانی به شکست داعش کمک کردند، آمریکا بر سر راه او ایستاده بود چون می‌خواست خاورمیانه را کنترل کند. بنابراین تمرکز وی از داعش به حضور آمریکا در منطقه تغییر کرد. این مقام اطلاعاتی سابق رژیم صهیونیستی افسوس اسرائیل آمریکا را درباره فعالیت‌های مخرب سلیمانی علیه آمریکایی‌ها متقاعد کرد. آمریکا به طور عمده بر مبارزه با تروریسم و ایران متمرکز بود. ما به ارائه اطلاعات و تحلیل‌های مشترک پرداخته و طی یک دوره طولانی مدت در نهایت آنها متقاعد شدند که سلیمانی تهدیدی فوری برای زندگی آمریکایی‌ها و وضعیت راهبردی آن در خاورمیانه است. رئیس سابق اطلاعات رژیم صهیونیستی در ادامه مصاحبه خود اذعان کرد که سردار سلیمانی بی‌نظیر بوده و توانایی گسترده‌ای در فرماندهی و رهبری داشته است. تامر هایمان اضافه کرد وی می‌توانست بر روی تپه‌ای در سوریه بایستد و به نیروهای خود اشاره کند که چگونه راهبردی را که 60 ساعت پیش طراحی و تایید آن را از رهبری ایران گرفته به پیش ببرد. این مقام اطلاعاتی سابق رژیم صهیونیستی مدعی شد در سال 2016 وی طرح جامعی را درباره چگونگی تضمین تبدیل سوریه به لبنان دوم ارائه داد. وی مدعی شد که سردار سلیمانی طرح‌های مشابهی نیز درباره عراق و یمن در نظر داشته است. ولادیمیر زلنسکی گفت روسیه بر تصرف شهر مدنی سولدار در منطقه دونباس شرقی اوکراین متمرکز است. به نقل از CNN، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دوشنبه شب تصریح کرد نیروهای روسیه بیشترین تلاش خود را روی شهر سولدار نزدیک شهر باخمود متمرکز کردند. شرایط بسیار دشوار است. تقریبا هیچ دیوار سالمی در این شهر باقی نمانده است. معاون وزیر دفاع زلنسکی نیز روز دوشنبه در همین ارتباط گفت نیروهای اوکراینی تلاش قبلی روسیه را برای تصرف این شهر ضعف کردند. رئیس جمهور اوکراین با اشاره به شرایط بحرانی در این شهر خاطر نشان کرد همه چیز به طور کامل ویران شده، تقریبا اصلی از زندگی در این شهر باقی نمانده است. زلنسکی گفت دولت در تلاش است تا تجهیزات نظامی وعده داده شده توسط متحدان اوکراین را در اسرع وقت به خط مقدم برساند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 21 فوریه گذشته با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو استقلال جمهوری‌های خلق دونسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. 3 روز پس از آن، یعنی پنجشنبه 5 اسفند سال 1400، پوتین عملیات نظامی کان و عملیات ویژه خان علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو کیف به روی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.